دوستان عزیزم سلام، سال نو بر شما مبارک باد و با آرزوی بهترین ها برای شما و با آرزوی آزادی میهن اسیر و با یاد همه پدر و مادرهایی که در این روزها همیشه بیش از همیشه به فکرشون هستم، پدر و مادرهایی که بدون عزیزانشون، بدون جگرگوشگانشون باید کنار سفره هفت‌سین بشینن امسال. و من واقعا به مردم ایران افتخار میکنم، مردمی که اینقدر برای آزادی قیمت میپردازن و میفهمن که آزادی یعنی چی و تفاوت ملت خودم رو و میهن خودم رو میفهمم با همه کشورهایی که درش ازش عبور کردم و از نزدیک دیدمشون. افتخار میکنم به مردم ایران و آرزو میکنم که شادی و بهروزی مردم ایران هرچه سریعتر از راه برسه. در خدمتتون هستم. بعد از یک ماه، دقیقا یک ماه گذشت و اومدم بگم که یک ماه پیش در بروکسل چه گذشت. قبل از هر چیزی فکر میکنم با یکی از این فیلم هایی که حتما شما دیدین شروع کنیم. بهتره صحنه ها رو ببینیم. این فیلم خیلی گویا بود، هرچند که اینطوری هیچی توش پیدا نیست، ولی همه چیز با این شروع نشد، پیش از این شروع شده بود این قضیه. ولی برای اینکه بهتر بفهمیم که چه گذشت، همین فیلم رو، بعضی از قسمتاش رو با دور کند ببینیم. ببینید اینجا چند تا دست به سمت دست من میاد تا این پلاکارد من رو هر جو شده از دستم بگیرن. ببینید چهار تا آدم اینجا دارن این کارو میکنن و مامورینی که کارشون جلوگیری از خشونت و تعرض هست اونجا با جلیقه قرمز واسدن نارنجی و دارن نگاه میکنن. اونا به سا حفاظت تظاهراتن، تو این نقطه فقط نگاه میکنن. ببینی هیچ کاری نمیکنن، فقط نگاه میکنن. شاهد اینن که اینا دارن به زور از دست من یک پلاکارد رو در میارن و اینجا چهار تا دست در واقع به سمت من اومده. بالاخره این یکی موفق میشه پلاکارد رو از دست من بکشه. من تلاش میکنم که نگرش دارم. اینجا دیگه پلاکارد در دست من در اومده و قاعدتا دیگه اینا با من نباید کاری داشته باشن، ولی میبینیم که همچنان شروع میکنن به این نفر هر جور شده داره خودشو به من میرسونه. اینجا من محاصره شدم توسط 5 نفر. این یکیشون، این وسطی، این که به قسمت شونه منه، این که الان سرش رو برگردون. بعد این که نقش رئیسشون رو داره، این که نقش رئیسشون رو داره. اینا یه باند 6 نفره بودن، لباس شخصی بودن، ربطی به انتظامات نداشتن، با بیسیم با هم در ارتباط بودن. ببینید اینجا من عینکم سر جامه، یعنی باند رو پلاکارد در من گرفتن ولی عینکم هنوز رو چشممه. این کسی که پلاکارد در من گرفته و این کسی که لباس سفید تنشه، اینم جزء این بانده و این که کلاه کشی خاکستری داره، اینم جزء این بانده. اینا منو محاصره کردن و این کسی، این که کلاه کشی داره، بعداً پای منو میگیره و منو در واقع باعث میشه که من سقوط کنم از پشت.
ببین در این نقطه من عینک دارم، هنوز عینکم هست و حرکاتی رو میبینین که نشون دهنده مشتهایی که به صورت به سمت صورت من میاد. اینجا هنوز عینکم هست. یا کنی این مشت رو نگاه کنی، اینا مشتهایی بودی که اون آستین سفید. به طور خاص این یکی رو نگاه کنی، حرکت شونش رو نگاه کنی، مچش رو و حرکت شونش رو ببینی. یا کنی اینجا مچش رو میاره پایین، بعد میارتش بالا، این که ساعت داره. ببینی اوورد بالا به سمت صورت من. پر این پرچم از پشت منو میزد و این پرچم مانع شد که این صحنه ضبط بشه، ولی آثارش رو میبینی. اینجا مشت رو زده و من اینجا عینک از صورتم پریده. ببین من اینجا دیگه عینک ندارم و اینا ببینید دیگه عینکم افتاده تو نقطه که این مشت دیگه عینک من افتاده و بعضی دستاشون رو میارن بالا که یعنی نزن، اون کسی که از پشت داره میزنه اینا میبیننش، یه کسی که الان بهش میرسیم و حفاظتم اونجا واسطه داره نگاه میکنه. ببین اینجا من عینکم دیگه افتاده، این میگه نزن نزن. حالا عکس های بچه شاه اون جلو هست، کسی به اونا کاری نداره، فقط به یک پلاکاردی که منم نظرم رو گفتم با اون کار دارن. 6 تا آدم اومدن که اون پلاکارد رو هر جور شده در دستم بگه. اینی که این گوشه میبینیم با ریش و سیبیل یکی دیگه از همین هست. این حالا بعدا میبینیم تو صحنه‌های بعدی. حالا ببینیم تو این صحنه من توی صحنه میبینی که من افتادم روی زانوهام، یعنی در واقع تو نقطه که من مشت خوردم عینکم افتاده، اومدم رو زمین نشستم، یعنی رو زانوهام خم شدم و منو بلند میکنن. نگاه کنی ببین اینو نگاه کنی، نگاه کنی اینا دارن پایین رو نگاه میکنن، چون من پایینم در واقع رو زمینم. ببینی من رو زمینم اینجا، ببینی من رو زمینم. بعد این که کلاه سرش، کلاه قهوه‌ای منو میگیره و میاره بالا. نگاه کنی نگاه کنی زیر بغل منو گرفته. ببینی اینجا من رو زمین افتادم در واقع. ببینی من از پایین همه دارن نگاه میکنم، من میاره بالا. این اون اولین نقطه ایه که در واقع من ضربه خورده، عینکم پریده و خوردم زمین. بعدش من دیگه گیجم و شروع میکنم به اینکه دنبال عینکم گشتم. اینجا مردم اعتراض میکنن، بیشرف چرا میزنی؟ نزن نزن. اینجا یعنی میزدند که میگه نزن نزن. این هنوز نقطه نیستش که من خوردم زمین، نقطه نیست که منو در واقع بردن بیرون و از پشت منو زدن زمین، این قبلشه. و اینا مستمر با میله پرچم با لگد از پشت و با یه چیز سفتی از پایین میزدن توی پشت من و پشت سر من. این چند نفر نزن، خواهش میکنم نزن. یکی از کسایی که میزنه اونه که این پرچم قرمز یه میله پولیکاس ولی جنسش سفت بود و این نوکشو مستمر میزد تو پشت کله من. اینه هاش. یکی بود مسلط بود، یه بلندی واسطه بود، حالا بلندی رو بعدم بهتون نشون میدم، که از پشت مستمر میزد به من. اینه. و یک هموطنی که اینو میبینه بهش اعتراض میکنه، اون خانومی که میبینی یا کنی اینا بهش اعتراض میکنه با دستش که چرا میزنی.
ببینید نوک میله‌هاشون اینا یه همچی چیزایی بود نوکش. ببینید اینا به سر بمبانی معمولا چیزای نازک پلیکای سبک می‌بودن، اینا با اینجور چیزا به عنوان پرچم اومده بودن، یا کنی با اینجور چیزا. ببینی؟ این نوک پرچمش بود. این داستان قسمت اولی که به من تعرض شد و تو اون نقطه من عینکم دیگه از دست داده بودم، گیج بودم یه مقدار و همش دنبال عینکم می‌زدم و دیگه واقعا. حالا ببینی عکس العمل ها رو برای اینکه میگم تو صحنه می‌زدن، این مثلا یه توییتی من توی که کامنت ها دیدم، نگاه کنید، میگه که پسگردنی به حسن حبیبی مزاحم خلق که خودش هست با تنین برو پدر سگ، تنین برو پدر سگ زیباترین تصویر آن روز بود. این یک بری صفحه ببینین، یک شاهولایی دبشیه که رفته یکی از عکسای منو پیدا کرده، میگه یعنی انتقام این که تبلیغ کردی برای خانم رجوی رو ازت گرفتیم، داره اینو میگه. حالا دقایق بعد از این رو که از من گرفتن پلاکارد رو ببینین، ببین اینا مردم هی اعتراض میکنن بی شرف ساواکی چرا میزنی اینا، دقایق بعد از اینکه پلاکارد از من گرفتن و من ضربه خوردم، یعنی عینکم چیز شده. ساواکی مردم میگن ساواکی و اون میگه نزن، اون مستمر میگه نزن. حالا اینا حجمه آوردن همین 5-6 نفر، یعنی آدم های دیگه هم اومدن بهشون، به اصطلاح برنامه شون اینه که بیان منو دوره کنن، منو بگیرن محاصره کنن، بعد برن بعد از اینکه دور کردن بعد برن پلیس رو بردارن بیان تو صحنه که حالا میبینیم و بعد بگن که ما اینو دستگیرش کردیم مثلا. حالا اینا مردم رو هل میدن به زور که خودشونو برسونن به من، اینا آدم هایی که دور بودن از من. ببینید اینجا من تقریبا دیگه هیچ کاری نمیتونم، میگم آقا بکشید شکنجه کنید، برای اینکه اینا خب کارشو همینه دیگه. ببین این اینجا یکی از اوناست، باند شخصی، یعنی اینه یک سری آدم لباس شخصی ارگانیزه، اینه جرم در واقع، باندهای تبهکار شعبون بیمخی که ارگانیزه شدن سازمان شد و من بعدا در رابطه با این سازماندهی اینا براتون بیشتر توضیح میدم. ببین این یکیشونه، ببینی حالا دارن منو میخوان یعنی دوره کنن که قسمت بعدی طرحشون رو برن. اون یاور یعنی نفر رسمیه چیزی به اصطلاح انتظامات تظاهرات، اونم یه بخش دیگه از این بانده، اینا همه تحت امر یه کسی هستن که بعدا میبینیم سرشون تهشون وصله به رژیم. میگه یاورین رو بندازش بیرون. اینا وسط اروپا یک آدمی اومده تظاهرات بکنه، یک شهروندی، یه پلاکارد دست ببینید، اینه فرهنگ اینا. این همون چیزی که من به جوانایی که نمیشناسن سلطنت پهلوی چی بود و نمیفهمن که فاشیسم یعنی چی، فاشیسم اوریانی که هر چیزی رو با زور میخواد حل کنه، با نظر من موافق نیست، میخواد هر چور شده با زور منو خونسا کنه. یا برای بندازش بیرون، انگار که مثلا من دیگه. این هم حالا این اگه فرض کنین دانی منو تنها پیدا کنه، این آدم با من چی کار میکنه؟ همون کاری که ساواک میکرد با مردم و با جوونا. ببینی اینا همون آدمان چه گفتم، این رئیسشونه، این ببینین این که در واقع اینجا هست، الان شما نیمروخشون میبینید و اون یاور و بقیه کسایی که به اصطلاح رسمن حفاظتن، یعنی یونیفرم پوششونن، اینجا دارن تدارک میکنن که مثلا منو بگیرن و منو مثلا دستگیر کنن. یعنی که من دیگه
هیچی ندارم، نه پلاکاردی دارم، نه حرفی میزنم، همونجا واستادم برای خودم، نه به کسی اعتراضی میکنم، هیچ چیزی ندارم، یعنی هیچ دلیلی برای رفتار بعدیشون نیست. میگه دورش کنین، محاصرش کنین، گردش کنین. ما اینجا خیلی فقط دنبال اینم که منم اینکم چی شو چشمم نمیدید، گیج بودم، زده بودن توی فکم، زده بود همون و اینکم پیده بود، سرم به حالت عادی نداشت. دارم افشاگری میکنم، میگم شکنجم، چون با ساواکی و شکنجگر سر و کار دارم، دارم بین مردم افشاگری میکنم با آرامش. اینجا گفت حجت کلاشی اینا رو برنامه‌ریزی کرده، نیا کنی گوش بدی، همین الان حجت کلاشی داره براشون برنامه‌ریزی میکنه. حالا حجت کلاشی کی هست؟ من رفتم براتون پیداش کردم. این رهبر یک حزب جدید که خیلی هم دیگه دارن تو رسانه میارنش، دارن بهش پروبال میدن. این یک حزب فاشیست، یعنی یک سری فاشیست ساواکی رو جمع کرده دوره هم. ببین اینا کاراشونه و همه دیگه میشه اون فرم و علامتشون رو ببینی، اینا ببینی دست و سینه، در واقع نوعی از فاشیسم اوریان که دارن خودشون آماده میکنن، فکر میکنن، یعنی البته اینا همش در عالم خیاله، ماهیتشون اینه، همین فاشیسم. همین الان حجت کلاشی داره براشون برنامه‌ریزی میکنه. این یکی از شهروندان است، من نمیدونم کیه، تو اون جمعیت اینو میگه. انتظامات رو ببینید، شاهد این صحنه ها هستن، هیچ کاری ندارن به این آدم لباس شخصی، چون همشون یه باندن، همشون از یه جا سرچشمه گرفته. میگم آقا اینا منو زدن، عینک زدن توی سرم، اینجا دارم اینو میگم. مردم اعتراض میکنن، میگن آقا اینا میزنن، تقصیر ایشون نیست. اینا کتک زدن منو، تو سرم زدن. من فکر کنم مثلا واقعا انتظامات دارم بهش میگم آقا اینا تو سرم زدن. یارو میگه نه دیگه تمومه. همینطور آمادن، منتظرن، منو محاصره کردن ولی وارد عمل نمیشن. اونم داره موهاشو شونه میکنه برای خودشو. خلاصه کم کم دارن صحنه رو میچینن. آها، تو این نقطه این رفته پلیس رو برده. ببین این بولیز آبیه که داره از اون صحنه سمت راست میاد تو پلیسه. اینا همه چیز آماده کردن، منو محاصره کردن ولی منتظرن پلیس بیاد، چون اجازه ندارن بدون حضور پلیس دستگیر کنن. پلیس اومد بالا، اینجا یه بلندیه، لبه یه باغچه است که بعدم بهتون نشون میدم تو عکس. یه گلدون فلزی خیلی بزرگیه که توش درخت کاشتن.
بی سیمیشو میزنه روی یقش. این به اصطلاح یاور میخواد بهش بگه که آقا اخلالگر بگیر. نگاه کنین عکس‌العمل پلیس خیلی گویاست. دیگه همه دارن منو با انگشت نشون میدن، اخلالگر اون وسطه، منم استادم اینجا همطور به در این برابر نگاه میکنم دنبال اینه که اصلا رو هم خبر نداره که اینا مثلا چیکار میخوام بکنم. بعد اینجا پلیس متوجه من میشه، منو میبینه، بی سیمشو میگیره. میبینی؟ آه دستاشو نگاه کنی، حالت دستاشو اینجوری میکنه، یعنی در واقع داره چیکار میکنه، میگه آروم باشین، میفهمه که اینجوری که اینا میگن نیست، به صورت به چیز به آرامش فرمان میده. نیا کنی، یعنی میفهمه که این حال و روز منو میبینه، رنگ پریده و حال غیر عادی صورت منو میبینه و میفهمه که بایستی صحنه رو آروم کنه. یا کنی دستاشو ببینی، میگه صحنه رو آروم کن. به اونا میگه در واقع، چون میفهمه که غیر عادیه این وضعیت، یه نفر محاصره شده، 6-7 نفر، رنگش پریده. بعد اینجا یکی هم از اون بالا میاد پایین، آماده میشن که بخوان، یعنی دیگه منو به قول خودش گردش کنه و منو از صحنه خارج کنه. ببینی اومدن اینجا تمامشون رو میبینی، این ریشوه، اون کلاه خاکستریه، این کچله، اینا همشون آدمایی هستند که به اصطلاح این باند ارگانیزن که منو محاصره کردن، دارن هول میدن. اینی هم که من دارم باش حرف میزنم رئیسیشونه که کاپشن سیاه پوشیده، که من باش حرف میزنم چش تو چش دارم باش حرف میزنم و چشمای شکنجه‌گرا رو داره، این خشونت و تبهکاری در نگاهش موج میزنه. اینا منو دارن محاصره کردن، هل میدن به سمت عقب، به سمت به اصطلاح اونجا. ببینید اینجا من در واقع دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم. 5 نفرن منو محاصره کردن و میکشن منو به سمت کنار، میان به سمت یاور. پلیس دست منو میگیره و اینجا ببینی اینجا یه حالت خاصی است. اون پلیس و اون یاور روی لبه گلدونن که حدود نیم متر از زمین بالاست و اینجا که من واسدم حدود 10-15 سانت از زمین بالاست. حالا عکسشو بهتون نشون میدم. ببین اینا، حالا این کلاه خاکستریه در واقع قدش کوتاه کوچوله، ولی این میخواد یعنی منو خونسا کنه. برای همین چون کاری نمیتونه بکنه، میاد جفت پای منو بغل میکنه. ببینی من اینجا تو این نقطه کنترلم از دست میره، چون اینا پای منو بغل کردن، کشیدن و من از رو به عقب میفتم و هم پلیس و هم اون یاور دیگه نمیتونن شونه های منو نگه دارن. ببینی من دیگه از صحنه رفتم، یعنی اینجا سرم با سرعت رفته به عقب، به سمت عقب و پاهم اومده بالا. میبینی تو این نقطه من سرم خورده به لب جدول، چون اونا کاملا کنترل منو دیگه نمیتونن بگیرن. تو این نقطه افتادم پایین. ببینی آه، یا دستشون در رفتم. این نقطه ای که سر من میخوره به لب اون گلدو و اینجا این کسی که کلاه خاکستری سرش، کلاه کشی، عامل اصلی زمین خوردن منه و این ریشوه که کنارشه، این دوتا که کنار این دسته هستن و همه میفهمن، همه این انتظاماتی ها میفهمن، اینا که به سمت پایین نگاه میکنن میفهمن که من ضربه خوردم. حالا این که دستش رو برد بالا دیگه منو ول کرد، چون فهمید خوردم زمین و این شروع میکنه به در رفتن. اینجا دیگه از صحنه فرار میکنه. ببینی کم کم میاد از صحنه بیرون. آها پلیس اینجا دستشون بره به سمت بیسیمش، چون میفهمه من ضربه خوردم و به
به اصطلاح امداد خبر میده. ببینید دستش برد به بیسیم، امداد خبر داد اینجا. این فرار کرد. ببین این کلا کشیه، ببین اینا داره در میره از این گوشه، اینا داره در میره. ببین این کلا کشیه با همراه همون یکی که موهاش بلنده و پشت موهاشو بسته خاکستریه، دوتا دارن از صحنه در میرن. ببینی این دوتا دارن از صحنه در میرن، اینا دارن در میرن، برمیگردن به عقب یک کوچولو و میبینیم که همه اونا خم شدن روی من و متوجه شدن که من بیهوشم. این آفیش رو از دستش و کجا پیدا میکنه؟ مسئله اینه که این آفیشه رو در ببره. آفیشی که دست من بود، پلاکاتی که دست من بود در ببره. حالا نگرانیش اینه دیگه اونجا تو این نقطه. و اینجا پلیس به یاور میگه که این بیهوش شده. نشه این معلومه. اکسال من یاور رو ببینی؟ اینجا انتظامات وارد چیز نیروی به اصطلاح امدادگر وارد صحنه میشه. اینا این امدادگره، این قرمز پوش نزدیک میشه به من و اینجا یاور کم کم از اون گوشه از صحنه میره بیرون، در حالی که مسئول انتظامات و حفاظته، ولی میبینیم که داره از اون گوشه یواشکی جیم میشه، میاد پایین. امدادگرا مشغولن ولی اون یاور از اون گوشه داره میره. اینجا امدادگرا منو بلند کردن، سه تا امدادگر خانم دیگه اومدن و منو بلند کردن تا من از صحنه بیارن بیرون. پلیس همراهشون میره. و اینا در واقع نگرانیاشون، چهرهای نگرانشون که اون قشنگ اون بالا آروم واسطه بود، اینا دیگه فهمیدن که یک اتفاقی افتاده که براشون قیمت داره. حالا فیلم بعدی صحنه زمین خوردن منه. این رو با حرکت کند ببینیم. یعنی اینجا من کند کردم برای اینکه قابل فهم تر بشه. اینجا منو پای منو ببینی، این پای منو با دو تا دستش گرفته. ببینی پای منو گرفته، اون دو نفر شونه های منو میگیرن ولی خب نمیتونن کنترل کنن چون من تمام وزنم رو به عقب میفته. یا کنی این پای منو گرفته ولم نمیکنه، در حالی که من دیگه کنترل ندارم. یا کنی این همین کلاکشی است و من اینجا حالت دهنم معلومه که تعادلم از دست دادم. این ریشوه و اون کلایه اینا پای منو گرفتن. من دیگه رو به عقب میرم با سرعت تموم. این یاوره این آفیشه دستشه، میخواسته یه جوری این آفیشه رو نذاره دست کسی بیفته. ببین این کلا کشیه دیگه فهمید دستش ول شد، فهمید که من خوردم زمین. این یکی دستش هنوز این پامو گرفته ول نمیکنه. اونا اینجا من دیگه خوردم زمین. ببینی بعدن بهتون نشون میدم اینجا تا زمین حدوداً 40-50 سانت فاصله است. این پای من آوردم بالا. ببینی باید یه کنترل من دست در رفته. اینجا نقطه یه که خوردم زمین و سرم خورده به یه جایی. این میبینه که سر من خورد به یه جایی، قشنگ میبینه. این اندازه کلاکشیه میبینه.
دستاشو دیگه ول کرد منو، با حرکت دستش در واقع فاصله میگیره از من، دست منو گرفته. پلیس میبینین، ولی من سرم پایینه دیگه، سرم خورده اونجا. اینجا هم یاور و هم اون یکی انتظاماتیه از نزدیک میفهمند که من ضربه خوردم، بیهوش شدم. منو بلند میکنن، یک کمی سرمو جابجا میکنن. حالا میبینیم بعدن اینو با توی صحنه دیگه که این کار غیر قانونیه، کاملا غیر قانونیه. اینا اینجا دارن از کنار سن، این دوتا دارن جیم میشن. حالا این نمیدونم رابطش چیه، ولی بعدی همونیه که در واقع منو پامو گرفته و کشیده و باعث شده که من از عقب بخورم زمین. ببینین اینا یه کارای اون پایین میکنن، سر منو جا به جا میکنن. ببینین سر منو بلند میکنن و جا به جا میکنن. یا کنن چرا؟ یا کنی؟ اینا این در رفت کلا کشیه در رفت. و اینجا ببینی اینا دولا شدن منو دارن سرمو جا به جا میکنن. ببینی اینا، ولی من دیگه هوش ندارم، اینجا به هوش نیست، دارن سر منو جابجا میکنن. یه لحظه ببینید اینا من اینجا دیگه هوش ندارم و این کار توضیح نداره. چطور کسی که مجروحه و بیهوشه رو جابجا میکنی؟ برای چی؟ چی نگرانت کرده؟ چه صحنه ای رو میخوای حذف کنی؟ اینجا نقطه ای که در واقع سر من خورده بود. ببینی در واقع تو اون نقطه بلندی، اون درست تو قسمتی که سر من هست، لبه اون گلدون آهنیه که اون درخت توش خاک کردن، گلدون فلزیه. و اینجا تموم میشه. حالا صحنه ورود امدادگرا، این امدادگرا اینجا با این سرعت میان از لای جمعیت، از کنار سن در واقع راه براشون باز میشه که میان از لای دوربین های ناخودشون رو میرسونن. یا بعد دیگه اینجا از صحنه جیم میشه و امدادگرا اینا انتظاماتی ها همه کم کم یکی چی میرن و امدادگرا این خانومه اومده فهمیده که من در واقع این داره لباسای منو باز میکنه، میفهمه که من بیهوشم و من اینجا 5 دقیقه در واقع بیهوش بودم. این گزارشی بود که پلیسم داد. یعنی امدادگرای صحنه به پلیس گفتن و بعد هم به اورژانس گفتن.
اینا منو میگیرن و از صحنه میارن بیرون. ببینی اون بلندیه، ببینی این همون بلندی است، ببینی اینا این همون اینجا پلیس مونده هنوز توی صحنه. تو نقطه من آوردن رو زمین که من اینا رو یادم نمیاد، فقط یادم اومد، یعنی وقتی من به هوش اومدم که دیدم پشتم یخ کرده چون من رو زمین خوابونده بودن و یه نفر هی ازم سوال میکرد، چشماتو وا کن، حرف میزد با هم، همون امدادگره بود که لباس قرمز پوشیده بود، بعد هی میگفت چیزی نیست، نگران نباش، و بعد میشنیدم این چیزا رو و بعد میگفت 4 تا 5 دقیقه بیهوش بوده و اونا منو گذاشتن تو برانکار و بردن توی آمبولانسی که همون نزدیک تظاهرات بود، اونجا بلافاصله به من اکسیژن وصل کردن، نوار قلبی گرفتن و همون موقع دکتر اورژانس گفتش که حتما باید اورژانس منتقل بشه به بیمارستان و زنگ زدن و آمبولانس بیمارستان اومد و منو از این آمبولانسی که کنار تظاهرات بود منتقل کردن به یه آمبولانس دیگه‌ای و بردن در اورژانس سن میشل همون نزدیکی و اونجا از من به هر حال آزمایش‌های مختلف کردن، 2 تا اسکن کردن و نهایتاً اورژانتیست به من گفتش که ضربه مغزی خفیف خوردم و از بیهوشی صحبت کرد و خلاصه بعدش دیگه مداواهایی که حالا دیگه بعداً به اون میپردازم. خب افرادی که در واقع محاصره میکردن میبینید اینجا همشون ارتباط سازماندهی شده، بی ارتباطات بی سیمی سازماندهی شده و همه لباس شخصی هن، ربطی به انتظاماتی که به اصطلاح جلیقه و بازوبند بسته بودن ندارن. یا کنی اینا توی مردم یه سری کارهایی رو میکردن، من جمله این که هر کسی حق داره نظر خودش رو ابراز کنه، من جمله اینا که اومدن و رفتن و بعدم بعد توضیح میدم اون صحنه رو از قبل اشغال کردن و عکسای بچه شاه رو بردن و تمام کنترل تا اینکه جلوی دوربین اینترنشنال فقط عکسای اون دیده بشه. اینه یکیشونه، همین که با چیز سیاه رو پیشونیشه، این باز یکی دیگه شونه، این یکی دیگه شونه، این یکی دیگه شونه، این که بازوبند داشت که بین حراست و اینا در واقع رد افت آمد بود، این کلاه خاکستری، همون بود که از دستم در رفت یه لحظه، این دوباره یکی دیگه است که تو اینا به صورت نامرئی اینا میگشتن آدم ها رو شکار میکردن، کسی فیلم میگرفت شکارش میکردن، این باز بان، این یکی که مستمر از پشت منو در واقع تهاجم کرد، این یکی دیگه شونه، همون که میگفت یاور اینو بگیر یاور. اینا همه یه باندش لباس شخصی هست. اینم باشون بود. این ببینی اینا که باندرول سیاه دارن پیشونیش. این همه. اینا این مجموعه شون اینجا. اینا 4 تاشون رو توی این عکس میبینی.
اینم یک دیگه شو 5 تا یکم گوشه 6 تا. این اصلی، این نفر اصلیشون بود، این رئیسشون بود، کسی بود که کنترلشون میکرد. ببینید این با دستش با انگشتش داره به این نشون میده که یه نفر داره از شما فیلم میگیره، که این در واقع شناسایی میکردن افراد رو. یا کنی ببین میهنی یا کنی داره میگه بهش یه نفر داره بهت فیلم میگیره ازت، و این برمیگرده و متوجه میشه اون کسی فیلم میگه دوربینشو برمیگردونه. این همون باز دوباره بانرول سیاه هست. خب ممنونم از توجهتون، از اینکه حوصله کردین به این حرفا گوش کردین. من یک گزارش دیگه هم خواهم داد در رابطه با عکس العمل‌های رژیم نسبت به این واقعه، و یک در رابطه با هم این ماندی که به عنوان حراست و انتظامات توی تظاهرات هستن و این کارا رو میکنن که اینا کی هستن و خلاصه تایشون به کجا وصله. ممنونم از توجهتون، تا برنامه بعدی.